بسم الله الرحمن الرحيم. در بین ارحام ما هم محرم وجود دارد هم نامحرم. اینو باید دقت کرد. چیشو باید دقت کرد؟ باید دقت کرد چون داریم صله رحم به جا میاریم، دلیل بر محرم بودن ارحام ما همگی چی؟ اینو می‌خواستیم نتیجه بگیریم. یعنی دیدن دخترمو خیلی ثواب داره، ازدواج کرده ما میریم دیدنش، عیدی غیر عیدی فلان سر میزنیم، بیمار شده دخترم حالت خوب الحمدلله سلامتی، اما دلیل برای نمیشه صله رحمشون چون شما رو سری سده ورده بابا دخترم. این همه راجبه ارحام سفارش، شما ارحام ما رحم ما هستی، همخونی؟ بله همخون هستین، رحم شما هم هست، اما محرم به شما چی؟ آها دختر دایی به شما محرم نیست، هر کردن نداره. شما مادی صله رحم بجابی، حالتون خوبه سلامتین، خدا خیر بده، ما شما رحم ما هستی، هم خون ما هستی. من گفتم پیغمبر فرموده فضیلت داره، اما محرم ما نیست. اما بالعکس مادر شوهره، مادر زنه، اینها رحم ما نیستن اما محرم ما هستن. دقت کردی چی شد؟ این تفاوت ها رو انسان باید بده. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. در ادامه مبحث حجاب، بحثی که این جلسه خدمت عزیزان تقدیم میشه، بحثی است در ارتباط با بحث محرم و نامحرم، چیزی که بعضن اشتباه میگیرن با این بحث. بحث محرم و نامحرم رو در سه دسته ما تقدیم عزیزان کردیم و این رو عرض کردیم که فقها تقسیم کردن و علما تقسیم کردن، یکی محرمات نسبی، محرمات سببی و محرمات رضایی، یعنی محرم سببی، محرم نسبی، محرم سببی و محرم رضایی. و احکام این سه دسته رو، یعنی کسانی که از طریق نسب و ریشه و زایش تولید مثل در واقع به ما محرم هستن، اینها رو تا حدودی ما احکامش رو توضیح دادیم و دستبندیاش رو خدمت عزیزان عرض کردیم و گفتیم که اینها چند گروه هستن. قرآن هم راجع به 9 گروه اینها صحبت کرده، آیش هم خدمتون خوندیم. دسته دوم محرم های سببی بودن که به سبب ازدواج محرمیت هایی حاصل می شد که اونها رو هم خدمت عزیزان عرض کردیم، توضیح دادیم. دسته سوم محرم هایی که از طریق رضاع، یعنی شیر دادن و شیر خوردن ایجاد می شود، که این محرم ها رو هم عرض کردیم. اما یک واژه ای داریم به نام ارحام که موضوع بحث این جلسه ما هست، که بعضیا ارحام رو با محارم و محرم اشتباه میگیرن و لذا اون حکمی که بر محارم بار هست بر ارحام هم بار میکنن که این، یا بالعکسش حکمی که بر ارحام بار هست بر محارم بار میکنن که این اشتباه هست.
من ندیدم در جایی که دستبندی شده باشه، حتی در رساله‌های عملیه، که به طور خاص پیرامون موضوع ارحام صحبت کرده باشن. و جسته و گریخته صحبت‌هایی شده مثلا در رساله‌های عملیه، مراجع عظام تقلید حفظهم الله، این بزرگواران پیرامون بحث ارث و ارثیه و طبقات ارث مسئله ارحام رو تا حدودی مورد بحث قرار دادن. اما اون ارحامی که ما بخوایم تفاوتش رو با محارم بدونیم و سپس بررسی بکنیم که ببینیم وقتی که بیان میشه که صله ارحام چیست و از چه کسانی باید صله کرد، دیدار کرد، پیوند برقرار کرد، منظور شارع مقدس کیست، این از اون رساله های عملیه به دست نمیاد یا از بعضی از کتب فقهی یا زحماتی که مراجع عظام کشیدن، بلکه اونها در بحث تخصصی خودشون مسئله ارحام رو، اونم تا یه حدی که به مسئله ارث بستگی داره، مورد بررسی قرار دادن. هدف ما از بررسی کردن مسئله ارحام چیه و چه ارتباطی با مسئله حجاب داره، با مسئله محرم و نامحرم داره. اول ارتباطش بدونیم چی هستش. ما مسئله‌ای در شارع مقدس داریم که بسیار بهش سفارش شده، مؤکداً بهش پرداخته شده و سفارش شده از جانب پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و خود خدای تعالی. انقدر بهش سفارش شده که این مطلب آمده موضوعاتی به عنوان خروجی این مطلب قرار گرفته، مثلا فضیلت‌های صله ارحام، عواقب سوءی یا پیامدهای منفی که از عدم صله ارحام بر اشخاص و انسان‌ها عارض می‌شود. پیامدهای مثبتی که از خود صله ارحام بر انسان‌ها از نظر مادی و از نظر معنوی عارض می شود. دقت بکنید حالا اینا چقدر خروجی داره. چند تا مسئله دیگه هم به عنوان خروجی این قضیه هست. یعنی اگر کسی صله ارحام رو بدونه به معنای واقعی خودش و انجام بده، اینها خروجی قضیه است. یعنی موارد به دستش میاد در واقع، به صورت عملی هم براش حاصل میشه. یعنی در واقع صله ارحام انجامش یک سری مسائل مثبتی رو به دنبال داره، انجام ندادنش یک سری عقوبت‌های سنگینی رو به دنبال داره. خب پس دانستن چنین موضوع به این مهمی خیلی حساس هست و سرنوشت سازه. و عرض کردیم اول بحث که انقدر به صله ارحام توجه شده در شارع مقدس که خود خدای تعالی، پیامبر، ائمه صلوات الله علیه اجمعین همگی راجع به این موضوع صحبت کردن، صحبت‌های سنگینی هم کردن. یعنی به شدت بشر رو انذار کردن، ترساندن از اینکه مبادا صله رحم به جا نیاری و رحمت رو قطع بکنی، و سپس برشمردن که چه بلاهایی داره صله، قطع صله رحم، و بالعکسش چه فضیلت ها و برتری ها و چه پاداش ها و چه پیامد های مثبتی برای انسان ها داره. حتی من در بعضی جاها دیدم برای انسان های غیر مسلمان هم. دقت داشته باشید. خب اینجا حالا برمیگردیم به بحثمون، ارتباط این قضیه با محرم و نامحرم چیه. پس ببینید یک بار دیگه عرض میکنیم، یک مسئله بسیار مهم در شارع مقدس داریم به نام صله ارحام، با این توضیحاتی که عرض کردیم که باید حتما دونسته باشه که صله ارحام چیه، تعریفش چیه. یک. دوم این که وقتی که میگیم صله ارحام یعنی دیدار و برقراری پیوند با ارحام، ارحام چه کسانی هستن؟ آیا همون محارم ارحام هستن یا نه ارحام غیر از محارم هست؟ این دو. سوم این که شناخت و بررسی این مسئله آنقدر مهمه
که ارتباطش با محرم و نامحرم اینه که بعضی ها تصور میکنن هر کسی مشمول این صله ارحام قرار میگیره و منتظر اون فضائلش میمونن و اینجا هم متاسفانه بعضی وقتا برخورد پیدا میکنه به اینکه ارحام همواره اینها محرم انسان هم هستن، باید محارم انسان هم باشن، یا بالعکس بعضی ها میگن نه آقا مثلا ارحام محارم محرم های انسان هستن و نامحرم ها این تو جایی ندارن. دسته دیگه هم همونطور که عرض کردیم میگن نه نامحرم و محرم هر دو هستن. شناخت این مقوله بسیار حساسه، یعنی باید بدونیم ارحام چه کسانی هستن. در شیوه بحث ما در این مجالس و این جلسات همواره این بوده که ما از لغت شروع میکردیم، واژه رو کالبد شکافی میکردیم، معنای اصطلاحیش رو بیان میکردیم، میرفتیم داخل قرآن کریم، سپس روایات توضیح میدادیم مطلب رو. این بار میخواییم از آخر بحث رو شروع بکنیم، به دلیلی که حالا انشالله در نتیجه گیری بحث و خروجی بحث انشالله دلیلش بر همگان روشن خواهد شد. دقت بفرمایید، برای اینکه حواسها جمع باشه یک صلوات بلند خط بفرمایید. آیه ای رو که اول بحث برای عزیزان خوندیم خانم ها و آقایون دقت بفرمایند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه مبارکه 21 سوره مبارکه رعد هست. میفرماید والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اول آیه داره که البته از افمن یعلم آیه 19 شروع میشه، مورد مثال ما نیست، لیکن از اونجا شروع میشه. میفرماید اولول الباب چه کسانی هستند؟ میفرماید اولول الباب ببینید خردمندان، صاحبان عقل، خردمندان افراد با خرد عاقل کسانی هستند که دستور باری تعالی را در مورد اشخاصی که یسلون بهی ما امر یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، یعنی خردمندان با ایمان آورنده کسانی هستند که دستور پروردگار متعال رو در مورد اشخاصی که امر به صله آنها فرموده اطاعت میکنند. یعنی خردمندان یکی از ویژگیاشون این هست که دستور پروردگار رو اطاعت میکنن در مورد این که پروردگار متعال فرموده یه عده‌ای رو باید شما برید با اینا پیوند برقرار کنید و اینها رو دیدار بکنید، به دیدن اینا برید پیوند با اینا قطع نکنید، این رو اطاعت میکنن. ادامه آیه که میفرماید که و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، و همچنین این افراد خردمند از خداوند متعال و حسابرسی سخت او بیم دارن، ترسناکن. اینو داشته باشید در مورد امر به صله رحم که یک آیه شما در قرآن کریم خوندیم، آیات دیگری هم در قرآن کریم داره. این آیه واضح‌تر و روشن‌تر مطلب رو بیان کرده که ما این رو برای شما آیهشو انتخاب کردیم و تلاوت کردیم. در مورد قطع رحم هم یک تهدیدی رو داره پروردگار متعال. ببینید آیش رو، آیه 23 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم. و 23 این سوره مبارکه، خوب توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. می فرماید که آیا اگر به حکومت رسیدید می خواهید در زمین فساد کنید و پیوند خیشاوندیتان را ببرید یا ببرید؟ فهل عسیتم، میخواید این کارو بکنید که بیایید افساد در ارض بکنید
و پیوند خیشاوندی که در آیه سوره مبارک رعد خوندیم، این پیوند خیشاوندی رو که دستورش خداوند متعال داده، این پیوند خیشاوندی رو میخواییم ببرین، از بین ببرینش، این کار رو میخواییم بکنین. و تقطع او ارحامکم، اون فحل ادات استفهام بر اثر این جمله مبارکه هست. خب بعد میفهمد میخواید این کار رو بکنید، تهدید میکنه. تهدیدش به چه صورت؟ پروردگار متعال، اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. میفرماید که اینو بدونید، اگر خواستید این کار رو انجام بدید و انجام دادید، قطعا بدونید که خدای تعالی چنین اشخاصی رو که پیوند خیشاوندی رو میبرن و در زمین افساد میکنن لعنت کرده، یعنی قطعا اینها رو از رحمت خودش دور کرده. آیه عجیبی است. و گوشهایشان را کر و چشمانشان را کور ساخته است، چون خودشون نمیخوان هدایت بشن، از فرمان الهی که ان یوصل به هست در واقع تخطی میکنن، تمرد میکنن. پروردگارم یعنی یسلون ما امر الله بهی ان یوصل هست، از این فرمان تمرد میکنن، تخطی میکنن. پروردگارم چون اینا قابلیت هدایت و لیاقت هدایت شدن رو ندارن، گوشاشون رو کر، چشماشون رو کور میکنن. خب حالا این دو تا آیه ما عرض به خدمتتون که سریع داریم میخونیم، در واقع داریم فهرستوار این قسمت رو پیرامونش بحث میکنیم. دوستان خواستن بیشتر از این توضیح بخوان، به تفاسیر ذیل این دو آیه مراجعه میکنن که من ذکر آیات رو و صور رو عرض کردم. خب پس در قرآن کریم نسبت به صله رحم و صله ارحام در واقع دو تا آیه رو ما خوندیم. یه آیه این که دستور خداوند متعال مبنی بر صله رحم، پیوند با رحم، ایجاد ارتباط با رحم، دیدار از رحم کردن. آیه دوم تهدید کردن نسبت به کسانی که این رحم رو قطع میکنن و دیدارها و پیوندها و ارتباطات رو میبرند و افساد در زمین هم میکنن. آیه دوم تهدید کرده که اینا اصلا لعنت شده خداوند متعالن. این دوتا رو کنار هم بذارید ببینید خروجی و نتیجه چی میشه. خب اولین نتیجه که به دست ما میده با توجه به این قضیه که در ذیل این آیه روایت داریم که حالا روایتشو من برسم براتون میخونم، که اولین دسته‌ای که مشمول این آیه شریفه شدن بنی امیه بودن، که بنی امیه با بنی هاشم پیوند قرابت داشتن، آمدن در جنگ ها مقابل بنی هاشم قرار گرفتن و پیوند خودشون رو، اون ارتباط فامیلی و خیشی خودشون رو چکار کردن؟ قیچیش کردن و لذا مشمول لعنت پروردگار هستن. اولین دست خود بنی امیه است. اوج این پیوند بری و قیچی کردن پیوند در کربلا اتفاق افتاد. خیلی جالب هستش. بنی هاشم یه ور قضیه بودن، اونام بنی امیه و کسای دیگه هم البته بودن. در جنگ های دیگه هم بود، جنگ احد بود، جنگ ارزاق بدر بود، جنگ های دیگه هم بود. همین جور شروع کردن با بنی هاشم ناسازگاری کردن، اون این پیوند ها رو بریدن. اگر اینها هم عقیده هم نبودن، قرآن میخواد بفرماید که هم عقیده هم اگر نبودید، لااقل پیوند های یک دیگر را چکار میکردید؟ احترام میکردید، نمی بریدید. ولی زمان میفهمد این بنی امیه مشمول این لعنت پروردگارن. اولین دسته ای که ذیل این آیه ازشون نام برد. خب تا اینجا داشته باشید. پس از آخر بحث شروع کردیم، میخوایم بیایم اول. اینقدر صله رحم مهمه که آیات متعدد در قرآن کریم داره. دو تا آیه شما خوندیم، آیه بشارت دادن، دستور پروردگار، آیه انذار و اینکه کسی که صله رحمو ببره چه عقوبتی در انتظارش، که اولش عرض به خدمت دور شدن از رحمت پروردگار. چند تا حدیث هم بخونیم راجع به صله رحم، چون گفتیم از آخر بحث داریم مطلب رو میاریم جلو، تا برسیم به این که ببینیم، پس اون وقت تشنه بشیم برای این مطلب که ببینیم واقعا صله رحم چی هست که این همه راجع بهش سفاره شده. چون یه سری مسائل بیان شده یه بار، دو بار، سه بار، یه سری مسائلی مثلا اگر گناهی باشه خدای نکرده برشمرده شده، گفتش آقا این گناه کبیره است، نزدیکش هم نشید. یه سری مسائل هم هست دستور داده شده، خیلی سفاره شده که آقا حتما اینو به جا بیارید، حتما باید به جا برده بشه و الا اینجور میشه. آیش رو خوندیم، حالا احادیث دقت بکنید. میزان الحکمه صفحه 2015
و صفحه 2017 هم از امام باقر علیه السلام. چون فرصتمون بسیار ضیق هست، ما باید نیمه دوم زمانمون رو در واقع بذاریم برای نتیجه گیری این بحث و اینکه خود ارحام چی هست اصلا و ارتباطش با مسئله محرم و نامحرم و بحث حجاب. امام باقر علیه السلام میفرماد، فارسی میخونیم فقط به خاطر اینکه وقت نداریم. امام باقر علیه السلام میفرماد صله رحم که حالا بعدا میگیم چی هست، اعمال را پاک میکند. یعنی اعمالی که قاراش میشی انجام دادیم، خطا و عرض به خدمتتون گفت گناه و غیره و اینا همه قاطی پاتی هست تو اعمال ماها و اینا، اینا باید صیقلی داده بشه دیگه، زنگاری که نشسته، گناهانی که هست، اعمال نیکی هم هست، این اعمال باید پاک بشه. چی بشه دیگه؟ برای مؤمن شما میدونید ابتلاعات زیادی، مؤمن یه دونه سرطان میگیره، کافر یه در تا آخر عمرش یه دونه عدسم نمیکنه. مؤمن چرا مبتلا به این ابتلاعات میشه؟ به سرطان مبتلا میشه، به نمیدونم فلان مرض مبتلا میشه، سرطان رو با 4 تا مرض دیگه هم میگیره. برای اینکه هی باید اون پاکسازی درونی باشه، خداوند میخواد پاک پاک باشه، اصلا وقتی وارد برزخ میشه مستقیم تو بهشت برزخی انشالله. ولی کافر یه دونه عدسم نمیکنه، نگهش میداره پروردگار، سرمون رو گنده به قول ما گفتنی. خب حالا این بحثی داره خودش. صله رحم اعمال را پاک میکند، یک. دو، مسائل مادی هم توش داره، مادیا رو از معنوی ها خودتون میتونید جدا کنید. دو، دارایی ها را فزونی میبخشد. کسی که زیاد صله رحم میکنه به معنای واقعی خودش، داراییش زیاد میشه. سه، بلا را میگرداند. یعنی بلایی که بناس به سرش بیاد با یه صله رحم، این بلا بغل گوشش میره کنار، از یک سانتی گوشش رد میشه. چهار، کار حسابرسی در قیامت را برای او آسان می کند. 4 تا اینجا درست شد؟ بعضیاش مادیه، بعضیاش چیه؟ بله؟ معنویه. 5، عجیب خاصیتی است، مرگ را به تأخیر می اندازد. چه مرگی؟ عجل تعلیقی را، نه عجل حتمی را. عجل تعلیقی را به تأخیر می اندازد، یعنی عقب میاندازه. شما بناس به عجل معلق امروز تصادف کنی، شما این نوعی رو عرض میکنیم بمیری، یک صله رحم یک ساعت قبلش انجام میدی، تصادف انجام نمیشه، عجل تعلیقی شما به تأخیر میفته با یک صله رحم. حدیث بعدی همون صفحه و مأخذی که خدمتتون عرض کردم، 2017 میزان الحکمه فارسی و عربی، امام حسین علیه السلام. حضرت همین مبنا رو داره، حالا برای اینکه از اون حضرت هم حدیثی خونده باشیم و داریم تبرکن و تیمونن عرض میکنیم. حضرت میفهمد هر که دوست دارد مرگش به تأخیر افتد و روزیش افزایش یابد، صله رحم به جای آورد. خب این حدیث دوم. امام سجاد علیه السلام، حضرت میفرماید هیچ گامی نزد خدای عز و جل محبوب تر از دو گام نیست. یک، گامی که مؤمن با آن در راه خدا صف جنگ میبنده، یعنی میره قدم ورمیداره که با دشمنان پروردگار بجنگه، این یکی از محبوب ترین گام ها در نزد پروردگاره. گام دوم، گامی که برای پیوند با خیشاوندی برمیدارد، یعنی با خیشاوندی میره گام برمیداره که اون خیشاوند از این شخص قطع رحم کرده، یعنی دیگه به دیدار این نمیاد، این میره پا پیش میگذاره که به دیدار اون شخص بره. این گام رو در صف گام جهاد در راه خدای تعالی امام سجاد دونسته میفهمد این دوتا گام محبوب ترین گام در نزد خدای تعالی است. عمه بنده با بنده مثلا قهر کرد، یا داداش بنده، حالا ارحام میگیم کیا هستن، میفهمد که یکی از اینا قهر کرده، یکی از این ارحام قهر کرده، به دیدار ما نمیاد، بریده پیوندو، این بلند میشه، این خاری رو هم از نظر ظاهری تحمل میکند، به دیدار او میرود، محبوب ترین گام رو در نزد پروردگار برداشته است. خب حالا بیایم روی عقوبت قطع رحم. باز چند تا حدیث دیگه هم داریم، اونها رو هم میخونیم و دقت بفرمایید.
از میزان الحکمه رو بخونیم، بعد بریم سراغ چند کتاب دیگه، اونها رو من خدمتتون عرض کنم، چون احادیث این تو نبود. امام صادق علیه السلام صفحه 2021 همون میزان الحکمه فارسی عربی میفرماید که از جمله گناهانی که مرگ و نابودی را شتاب میبخشد، هم مرگ و شتاب میبخشه هم نابودی رو، نابودی اومینی که مثلا 4 نفری تو قطار همه تصادف میکنن میرن، تو یه ماشین سواری همه تصادف میکنن با هم میمیرن، زندگی از هست و نیست ساقط میشه، همه به این میره، نابود میشه، تو دریا غرق میشه، تو هواپیما منفجر میشه. مثال عرض میکنم، مرگم یعنی این که طرف میمیره به یه عجل تعلیقی، مفت میمیره. امام صادق علیه السلام فرمود از جمله گناهانی که مرگ و نابودی رو شتاب میبخشه قطع رحمه. اینقدر این پیامد منفی داره و پیامدش سریع هم هست. حالا ببینید سرعتش چقدره. امام صادق میفهمد شتاب میبخشد، یعنی خیلی سریعه. امیرالمومنین علیه السلام هم همین حدیث رو داره به همین صورت که کسی بلند میشه از حضرت سوال میکنه که این که شما فرمودین پناه بردی به خدا از گناهانی که مرگ و نیستی رو شتاب بهش میده چه چیزی هست؟ حضرت در جوابش میفرماید که قطع رحم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هرگاه مردم قطع رحم کنند ثروتها در دست تبهکاران قرار میگیرد. ببینید پیامدهای منفی مادیش. خب پیغمبر میفرماید سه گروه اصلا به بهشت نمیرن مگر اینا توبه کنن و اون توبه با اون شرایط ششگانه خودش: یک، شرابخوار. دو، کسی که دنبال رمالی و جادوگری و شعبده‌بازی و ایناست. سوم، کسی که پیوند خیشاوندی را ببرد. صفحه 2023 از پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم حضرت فرمودن که فرشتگان بر مردمی که در میان آنها قطع کننده رحم باشد اصلا فرود نمی آیند. وقتی فرشتگان فرود نیارن دعا مستجاب نمیشه، مسائل دیگه نیست، دعا بالا نمیره، به حرف کسی گوش نمیدن. بعد خود حضرت فرمودن هیچ گناهی به اندازه قطع رحم و خیانت و دروغ سزامند آن نیست، یعنی سزاوار آن نیست که خداوند علاوه بر کیفر اخروی در همین جهان نیز مرتکب آن را به زودی کیفر دهد. عرض کردم مسئله مادیش، یعنی از گناهانی قطع رحم که در همین دنیا عامل اون کیفرش رو میبینه. چند تا حدیث از چند تا کتاب دیگه هم بخونیم براتون. اول ببینیم اهمیت این قضیه عرض کردیم، از آخر بحث داریم شروع میکنیم تا برسیم به بحث حجاب و محرم و نامحرم. جامع السعادات جلد 2 صفحه 252 اونجا فرموده است ایشون صاحب کتاب که در حدیث آمده است، خداوند سبحان فرموده است که من رحمان هستم و نام رحم را از اسم خودم مشتق نموده ام، پس هر کس صله رحم کند و با بستگان خود پیوند نماید من او را با رحمت خود صله خواهم کرد، یعنی دیدار خواهم کرد، و هر کس قطع رحم کند من رحمت خود را از او قطع خواهم نمود. این تا اینجای قضیه. چند تا حدیث دیگه هم بخونیم. یک صلوات بلندی محبت بفرمایید. از خود میزان الحکمه
جلد 4 صفحه 87. به نظرم عربیش باشه، من از کتاب دیگری نقل میکنم. مردی خدمت پیامبر رسید، عرض کرد من ارهامی دارم، هنوز ارهامو تعریف نکردیم، آنها را سله میکنم، با اونها پیوند دارم، به دیدارشون میرم، ولی آنان مرا آزار میدهند، میخواهم ترکشان گویم، باهاشون قهر بکنم. حضرت فرمود در این صورت خداوند همه شما را ترک خواهد کرد، همه تو. امام رضا علیه السلام این حدیث در سفینة البحار جلد 1 صفحه 514. امام رضا علیه السلام از امام صادق علیه السلام حدیث نموده. حضرت می‌فرماید که صله رحم نما اگرچه به شربت آبی باشد. دقت بکنید، اگرچه به شربت آبی باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه رفتی خونه یک کسی، به اندازه اینکه یک لیوان آب بهت بده بخوری یا تو یه لیوان آب به اون بدین بخوری، به همین مقدار پیوند و نگه دار، نذار قطع بشه. بعد حضرت می‌فرماید بهترین صله رحم خودداری از اذیت کردن ارحام است. بهترین صله رحم یعنی این که زبونتو نگه داری، دست پاتو نگه داری، بگه خدا یا من این ارهاممو اذیت نمی کنم، همشونو به تو میسپارم، مواظبم با زبونم، با دستم، با پام، اینها رو اذیتشون نکنم، حواسم خیلی جمع. خب باز پیامبر فرمودن که سلو ارهامکم فی دنیا ولو بسلامن. حدیث قبلی که خوندیم، عرض به خدمتون که شماره‌هاشو من اشتباه خوندم، کافی جلد 2 بود حدیث قبلی صفحه 151. این حدیث همون مأخذیه که نوشتین، یعنی سفینة البحار جلد 1 صفحه 514. پیغمبر فرمودن سلو ارحامکم فی دنیا ولو بسلامن، در دنیا صله رحم نمایید اگرچه با سلام گفتن باشد. تو خیابون که دیگه میبینیش فامیلت، اون فامیل رو، ارهامو که حالا ما تعریف میکنیم چی هستن، به یه سلام کردن صله رحم بکنید، به یه سلام کردن، یه سلامش بکن به نیت این که صله رحم کرده باشی، حضرت میفهمد ازت پذیرفته میشه. این مینیمم صله رحم هست، حداقل صله رحم هست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که زکات الیسار بر الجیران و صله الارحام. حضرت میفرماید زکات اون کسانی که آدمای متمول هستند و ثروتمندن، از تسهیلات مالی برخوردارن، حضرت میفرماید زکات مال اینها اینه که نیکی به همسایگانشون بکنن و صله رحم به جا بیارن، یعنی نزلن سله رحمشون قطع بشه، این میشه زکات مالشون. باز پیغمبر این حدیثی هم که خوندم در فهرست موضوعی قرر الحکم و درر الکلم هست، مال امیرالمومنین علیه السلام صفحه 133. حدیث بعدی از سفینة البحار جلد 1 صفحه 514 هست. پیغمبر میفرمایند اجر صدقه، ببین عرض کردم اول بحث چقدر این مطلب مهمه، اول حساسیتشو درک کنیم بعد بریم سراغ محتوای بحث. اجر صدقه 10 برابر، 10 برابر، هر کی صدقه بده 10 برابر اجر میبره. صدقه بده ها، نه به کول یا پول بده، یه متلکم رو پول خدای نکرده بذاره بگه، این میشه حرام. پاداش قرض دادن، به یه کسی قرض بده که احتیاج داره، 18 برابر پاداش داره. خب مزد صله برادران دینی 20 برابر، یعنی به زیارت برادران مؤمن رفتن و خواهران مؤمن به زیارت خواهران مؤمن برن، 20 برابر پاداش میگیرن، یه ثواب نداره، 20 تا پاداش داره.
در پایان فرمود و اجر صله رحم 24 برابر است. همه اینا بیشتر. خب در این زمینه احادیث و روایات متعدد و بسیاری داریم. ما از آیه قرآن شروع کردیم، احادیثی رو خوندیم که منظور اینها چه کسانی هستن از این احادیث. عرض کردیم که در زمینه مسائل مادی و معنوی هم پیامدهای مثبت و منفی بر انسان داره و همه اینها در واقع از بحث صله رحم و صله ارحام به دست میاد. یعنی صله رحم انسان بکنه این پیامدهای مثبتو داره، صله رحم رو قطع کنه اون پیامدهای مثبت، یعنی قطع رحم بکنه اون پیامدهای مثبت. حالا ما بگیم صله رحم رو قطع بکنه، همچین جمله شاید درست نیست، بگیم قطع رحم بکنه، پیامدهای منفی رو به اون صورت داره که هم از نظر آیه قرآن خونیم هم احادیث. پس این نتیجه رو الان میگیریم که صله رحم یا صله ارحام بسیار در اسلام حائز اهمیت هست و سفارش شدید شده. قطع رحم هم عقوبت بسیار سنگین مادی و معنوی داره، هم تو این دنیا عقوبت داره هم در آخرت. خب احادیثش هم خوندیم، آیاتش هم خوندیم. حالا یک سوال که ارتباطش با بحث حجاب و محرم و نامحرم چی؟ میخوایم ببینیم که ارحام با محرم و نامحرم اولا چه فرقی دارن از نظر لغت و اصطلاح. این یک. دوم این که این همه ما داریم بالای منابع یا همینجا که الان شنیدیم یا جاهای دیگه یا تو تلویزیون رادیو جاهای دیگه داریم میشنویم آقا صله رحم کنید، صله رحم کنید، صله رحم کنید. خب ارحام کیان؟ رحم کیه؟ باید بریم دیدارش. نوع دیدارم فهمیدیم چه جوریه دیگه، حالا خود توضیح هم فرصت کردیم میدیم، ولی اینا کیا هستن؟ بریم به دیدارشون. حالا اینو میخوایم عرض بکنیم. این ارتباط ما، ارتباط بحث ما با بحث حجاب و بحث محرم و نامحرم. ارحام از نظر لغت جمع رحم هست. رحم در لغت به معنای محل رشد جنین هست. محل رشد جنین رو میگن رحم. رحم مادر یعنی محل رشد جنین. به قوم و خیش از اون جهت رحم و ارحام گفتن که همه اونها از یک رحم خارج شدن، یعنی همخون هستند. برادر و خواهر شما همه از یک رحم هستید، از یک مادر هستید. خب همینجوری میاد به پایین، میاد نوه، نبیره، نتیجه، ندیده، مثلا داریم میگیم همه اینا میشن از یک رحم. اگه اون اولی نبود، دومی نبود، سومی نبود، چهارمی نبود، پنجمی نبود، همینجور تا بیا به پایین. درست؟ خب اینا ارحامن، همه همه همخون هستن. ذو رحم یعنی صاحب قرابت، صاحب خیشی. کسی که صاحب خیشی باشه بهش میگن ذو رحم. زویل ارحام کیا هستن؟ یعنی صاحبان قرابت، صاحبان خیشی، کسانی که اینها یه خیشی دارن با هم دیگه، اینا صاحبان ارحامن، زویل ارحام هستن. آیه یکم از سوره مبارکه نساء میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام. از خدای تعالی و از ارحام بترسید و قطع رحم نکنید. مراد از ارحام خیشان هستش. این مطلب رو صاحب قاموس قرآن ذیل کلمه رحم بیان کرده که من برای شما خوندم. در جامعه فرهنگ نوین صفحه 387 فرموده رحم همون محل جنین در شکم هست، خیشاوندی و قرابت یا اصل قرابت و اسباب اون رو بهش میگن رحم. حالا تفاوت محرم با رحم چیه؟ محرم اصلا ریشه لغتیش چیه؟ حرم هست. حرم رو تعریف کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. ارتباطی اصلا با رحم نداره. محرم یک واژه و یک کلمه دیگریست، رحم یک کلمه دیگریست. این دوتا نباید اشتباه گرفته باشه. محرم از چه لغتی مشتق شده؟ از لغت حرم، حرمه، حرم. رحم، ارحام از لغت رحم، رحمه یا رحمه. اصلا ببینید با هم دیگه نمیخونه.
محرم کی بود؟ محرم کسی بود که ما تو جلسه گذشته عرض کردیم، کسی است که نکاح، این مطلب حالا ممکن بعضی هم ننوشته باشن، میتونید یادداشت کنن چون این مسئله در فقه آمده، مطلب فقهی است، مطلب بسیار تخصصی هم هست. محرم کسی است که نکاح با او به جهت نسبت نسبی یا سببی یا سبب یا رضاع شیر خوردن حرمت ابدی دارد. اینو بهش میگفتن محرم اصطلاحا. سه دستم کردیمش محارم رو، گفتیم محرمات نسبی که نه قسمش رو عرض کردیم، قرآن کریم بیان کرد. دوم محرمات سببی که از طریق ازدواج حاصل می شد فقط. سوم محرمات رضایی که از طریق شیر خوردن ایجاد می شد. این مال محرم بود. حالا می خواهید شما ببینید که ارحام چه کسانی هستن؟ چون گفتیم رحم و ارحام با محرم و محارم اصلا دو لغت جداگانه است و تفاوت می کنه و فرق داره. اگه ما ارحام رو بشناسیم می دونیم که صله رحم چیه، و چون انقدر تاکید در قرآن و روایات شده باید به دیدار چه کسانی بریم، چه کسانی رحم ما هستند و ارحامن و سفارش بهشون شده. ما همینجوری از دم هر کی رو می‌بینیم نگیم که خوشتیپ این، می‌خوام بریم صله رحمی بکنیم، این اشتباه است. بحث دیدار مؤمن، دیدار مؤمنه برای مرد و زن با بحث صله ارحام فرق می‌کنه. زیارت المؤمن بحثی داره مجزا و مفصل، اما صله رحم نیست. زیارت مؤمن پاداش خودش رو داره، به پای صله رحم نمیرسه. حالا میخوایم بگیم ارحام چه کسانی هستن، دقت بفرمایید، خواهش میکنم. جلد 71 بهار الانوار صفحه 108 مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه می‌فرمایند که بدان که علما اختلاف کردند در معنای رحمی که صله آن واجب است، چون صله رحم می‌دونید که از واجبات. ادامه گفته ایشون، گفته شده رحم و قرابت نسبت و اتصال دو نفر که با هم انتساب دارند میباشد. من اول قول ایشون رو میخونم بعد توضیح میدم نتیجه میگیرم، هیچ نترسید که ما یه قولی رو بخونیم آخر نتیجه نگیریم. ما همیشه دعبمون تو بحث اینه که همیشه نتیجه میگیریم به لطف خود. پس شد گفته شده رحم و قرابت نسبت و اتصال دو نفر که با هم انتساب دارن میباشد که یک رحم آن دو را جمع کرده است. این میشه رحم چی؟ رحم نسبی در واقع. و عده‌ای گفته اند رحم عبارت است از خیشاوندی مرد از دو طرف، از طرف پدران هر چه بالا روند و از طرف فرزندان هر چه پایین روند، اینا میشن رحم. یه عده‌ای گفتن اینا ارحامن، و آنان که به این دو طرف متصلن، یعنی فامیلای پدر و پدر و پدر بزرگ، مادر مادر بزرگ مرد، خواهراش برادراش، همینجور که میرن بالا این ورم بچه‌هاش همینجور که میان پایین. یه دو گفتن ارحام اینها هستن، عم از برادران، خواهران، فرزندانشان، عموها، عمه ها، اینجور که متصل میشن به هر حال همون نسب هستش. دقت بکنید. حالا ادامه گفتار مجلسی رحمت الله علیه، و گفته شده است این رحم شامل هر صاحب قرابتی از صاحبان ارحام است که به نسب شناخته شده اند، یعنی نسبی اند. یعنی چی نسبی اند؟ یعنی از تولید مصر و از محل جنین اینها پا به عرصه وجود گذاشتن. ادامه گفتارشون رو ببینید، و گفته شده است این رحم شامل هر صاحب قرابتی از صاحبان ارحام است که به نسب شناخته شده اند، چه محرم باشند چه نامحرم. دقت بکنید، اگر چه نسبشان دور هم باشد، پدر 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 مثلا پدر بزرگ فلان، مثال عرض میکنه. بعد خود مجلسی میگوید که رحمت الله علیه میگوید اما نظر من، میگه اینایی که من گفتم نقل قولا بود، حالا نظر من چی؟ اقولو میگویم
این قول که الان گفتیم که این رحم یعنی رحم شامل هر صاحب قرابتی از صاحبان ارحام است که به نسب شناخته بشه، چه محرم باشه چه نامحرم، اگرچه نسبشون دور هم باشه. مجلسی میگه اقول و من میگم که این قول به ثواب نزدیک تره، ثواب با صاد، یعنی به درستی، به درست بودن و صحیح بودن نزدیک تره، به شرط آن که در عرف که مردم میگن خودشون از خیشاوندان شناخته شوند، عرفاً بگن این خیشاونده، و الا خود ایشون میفهمد و الا همه مردم را آدم و حوا جمع کرده اند، و اگه اینجوری بخوام بگیم همه با هم میشن چی؟ رحم. اگه مامان به وجود اومدن و بابا آدم و حوا، میگه این نمیشه اینجوری که، میگه عرفاً بگن خیشاوند از این مادرشون فلانی بوده، مثلا اینا توی یه قبیله بودن، اینا همه از یه مادر به وجود اومدن، پخ شدن اینها، تکثیر شدن در واقع. بعد میفرماید اما قبائل بزرگ مثل بنی هاشم آیا در این زمان هم رحم هم شناخته میشن؟ بنی هاشم یعنی چی؟ یعنی سادات که در این زمان هستن، رحم هم شناخته میشن، سادات با هم دیگه رحم هستن. میفرماید در این باره اشکال هست. بعد ایشون میگه اگرچه ذیل اون آیه هل اسیتم که ما گفتیم بنی هاشم رو با بنی امیه رحم حساب کرده و همین طور بنی امیه رو معاقب قرار داده، توپیده بهشون قرآن کریم، توبیخشون کرده و وعده عذاب بهشون داده. برای چی؟ برای اینکه حرمت بنی هاشم رو نگاه چی؟ بله نداشتن، رحم رو نسبت به بنی هاشم قطع کردن. ولی ایشون میگه در این زمان اشکاله که ما بگیم همه سادات با هم دیگه ارحامن، پس اگه به دیدار هم رفتن صله رحم به جا آوردن. میفهمد نه، این محل اشکال. خب اینجا چی شد؟ قول مجلسی ارحام چه کسانی شدن؟ ارحام کسانی شدن که دسته اول رو که در بحث محرم و نامحرم ما بحث کردیم، گفتیم محرمات چی هستن دسته اول؟ محرم های چی؟ نسبی، یعنی از زایش، از محل رشد جنین پا به عرصه وجود بگذارن، هر چی تکثیر بکنند، اینها همه ارحام هستند. غیر اینها رو شارع مقدس ارحام نمیداند. محرمات چی؟ محرمات نسبی. دیگه کی به محرمات نسبی اضافه میشه؟ میگه به محرمات نسبی کسی که اضافه میشه فقط دو کس دیگه هستن. یک، محرمات رضایی، یعنی کسایی که میان شیر میخورن، اونا میشن ارحام، جزو ارحام. یکی دیگه میمونه، اگه گفتید کیه؟ همسر. همسر هم جزو ارحام محسوب میشه، غیر از اینا نداره. بعد سوال میکنه، میگه آقا باجناق ارحام هست؟ میگه اگه جیان ماشین شد باجناق هم میشه رحم شما. بفرمون، حالا اینو شوخی کردیم و نگیرید اینجوری، باجن آقا همه محترم هم بنده خدا، مزاح کردیم شما یه تنوعی حاصل بشه، این که بین افواه مردم هست حرف صحیحی نیست، حالا برای شوخی عرض کردیم. باجن آقا رحم نیست، مادر زن رحم نیست، از ارحام نیست، مادر شوهر رحم و ارحام نیست، برادر زن رحم و ارحام نیستن، خواهر زن ارحام نیست، داماد ارحام نیست که شما بگی به دیدار اینا رفتن، میگن کجا میرید؟ بریم به صله رحم دومادمون، برادر زنمون، خواهر زنمون، مادر زنمون، مادر شوهرمون بکنیم بیایم اینا. او بحثش بحث زیارت مؤمنه، بحث دیدار کردن از مثلا همسایه است، از فامیل، از فامیل، این نسبت به اینکه مثلا یک مؤمنه هست یا مؤمنی هست ما به دیدارش داریم میریم، محرمی هست داریم به دیدارش میریم، او ثواب خودشو داره. اما بحث صله رحم فرق میکنه، اشتباه نباید کرد، اینا رو قاطی نباید کرد، این ارحام اینا هستن. خواهر زن رحم نیست، اما دختر عمو رحمه، دختر عمه رحمه، دختر خاله رحمه، دختر دایی رحمه، پسر عمه و پسر خاله و پسر عمو و پسر عمه و اینا همه رحم هستن. دیدار اینا صله رحم، اون فضیلت رو داره. افردا حالا نریم دیدن دخترموها ها، بگیم که ما اومدیم، همشون با هم هستن، بله یکی تنها نیستش، جدا کنیم یه نفر فقط سوگلی بکنیم بریم دیدار اون، هی هم کادو بخریم براش ببریم، نه، همه اینا با هم دیگه الحمدلله ارحام هستن، اینا جزء ارحام، اون صله رحمه. پس ارحام چه کسانی هستن؟ محرمات نسبی به اضافه محرمات رضایی
به اضافه همسر از محرمات سببی. بقیه محرمات سببی رو جزو ارحام حساب نمی کنن. حالا ممکنه تک و توکی بیارن استثناء بکنن فلان، اینو ما بهش نرسیدیم تو این بحث، دقت بکنید. پس یک نتیجه میگیریم، ارتباطش با محرم و نامحرم. در بین ارحام ما هم محرم وجود دارد هم نامحرم. اینو باید دقت کرد. چیشو باید دقت کرد؟ باید دقت کرد چون داریم صله رحم به جا میاریم، دلیل بر محرم بودن ارحام ما همگی چی؟ اینو میخواستیم نتیجه بگیریم. یعنی دیدن دخترمو خیلی ثواب داره، ازدواج کرده، ما میریم دیدنش، عیدی غیر عیدی فلان سر میزنیم، بیمار شده دخترم، حالت خوب الحمدلله سلامتی، اما دلیل برای نمیشه صله رحم شما. چرا شما رو سری صد ورده بابا دخترم؟ این همه راجع به ارحام سفارش، شما ارحام ما، رحم ما هستی، همخونیم. بله همخون هستی، رحم شما هم هست، اما محرم به شما چی؟ آها، دختر دایی به شما محرم نیست، هر هر کر کر کردن نداره. شما اومدی صله رحم به جا بیاری، حالتون خوبه، سلامتین، خدا خیر بده، ما شما رحم ما هستی، همخون ما هستی. ما گفتیم پیغمبر فرموده فضیلت داره، اما محرم ما نیستی. اما بالعکس، مادر شوهره، مادر زنه، اینها رحم ما نیستن اما محرم ما هستن. دقت کردی چی شد؟ این تفاوت ها رو انسان باید بدونه. چون رحم و ارحام هستن، محرم به حساب نمیان. چون محرم هستند هم رحم به حساب نمیان. ممکنه ارحام ما محرم ما باشند، ممکنه محرم ما چی؟ نباشند. بالعکسشو ببینید، محارم ما ممکن است رحم ما هم باشند، ممکنه رحم ما هم چی؟ نباشند. هر دوتاش هست. اینو میخواستیم ارتباطشو با بحث حجاب و بحث محرم نامحرم بگیم. خب اگر صله رحم خواستیم به جا بیاریم، باید بریم توی کانال خودش. این اشخاص ارحام منن، میرم صله. صله یعنی چی؟ دیدار کردن، پیوند برقرار کردن، ارتباط برقرار کردن با کی؟ رحم یعنی چی آقا؟ یعنی همخون من، کسی که از نسل ماست و به قول معروف همژن ما هست تو این خانواده، تو این فامیل. دختر عموی ما، یعنی عموی ما برادر پدر ما بوده، اینا همه از یه مادر بودن. خب حالا ایشون هم دختر عموی یا پسر عموی ما هستش، درسته؟ یا پسر دایی یا پسر خاله ما هستش یا پسر عمه ما هستش. میخوام برم دیدن این، من به ایشون نامحرمم. میگه اگر در کانال خودش مسائل شرعیشو مراعات کردی، رفتی دیدار کردی، پاداش صله رحمت که این همه پاداش بود و میگیری. اگر که نه، رفتی این کارها رو کردی، چه بسا گناهت اصل صله رحمت هم زیر سوال ببره. یعنی چی؟ یعنی مراعات اون حجاب رو نکردی، اون پوشش رو نکردی، مراعات محرمیت و نامحرمیت رو نکردی، به هوای صله ارحام یک گناه، دو گناه، پنج تا گناه، ده تا گناه کبیر هم چکار کردی؟ انجام دادی. خب اما اون مطلبی که اول بحث عرض کردیم، اگر رساله های عملیه رو باز بکنید، خواهید دید که مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی، این بزرگواران آمدن ذیل طبقات ارث مشخص کردن که اینها به ارحام میرسه، ولذا در بحث محرم و نامحرم هر محرمی وارث به حساب نمیاد، اما ارحام نسبت به اولویت هایی که دارن و مراتبی که دارن ارث میبرن. یعنی اول پدر از دنیا بره یا مادر، فرزندان ارث میبرن. فرزندان رده یک نباشن، دو نباشن، فرزندان فامیل بنا به مراتبی که تو رساله های عملیه مشخص کرده، اینا همه رحم ها هستن. ارحام ارث میبرن، اما محارم همگی ارث نمیبرن. رحم ها را تو محارم جدا کنی، هیچ کدوم جزء طبقات ارث نیستن. این دقت رو انسان باید داشته باشه. خب پس صله رحم خیلی مهمه.
در اسلام سفارش شده، اما با رعایت موازین دقیق شرعی، با رعایت موازین اسلامی، با رعایت آیین‌نامه‌هایی که پروردگار متعال در این مورد به دست پیامبرش برای ما فرستاده، باید اون آیین‌نامه مراعات بشه. یه دونه حدیث از امام صادق علیه السلام من میخونم ختم این بحث باشه. انشالله این بحث دوستان به خوبی خوب متوجه شدن که ما دیگه انشالله بریم در باره موضوع دیگری ادامه بحث حجاب رو انشالله بحث داشته باشیم. آدرس این حدیث اصول کافی جلد 4 صفحه 27. امام صادق علیه السلام به شخصی است به نام عمار، نه اون عمار یاسرا، یه نفر به نام عمار از اصحاب حضرت هست، میفهمد ای عمار تو صاحب مال بسیاری. عرض کرد بلی ابن رسول الله، فدایت کردم. حضرت فرمودن آیا زکات واجب را میدهی؟ وجوهات تو میدی؟ عرض کرد بلی ابن رسول الله. حضرت فرمود آیا مال معلومی که قرآن شریف فرموده فی اموالهم حق معلوم پرداخت میکنی؟ عرض کرد بلی ابن رسول الله. حضرت فرمودن آیا صله رحم می نمایی و به آنان که ارحام تو هستن کمک مالی می کنی؟ چون بعضی ما صدقاتو می ریم دور کلمون 70 بار می چرخونی، آخرش می بینیم به کلیه و گداهای سر چار را و اینا که روزی 40-50 هزار تومان کاسبن. بابا بغل گوشت ارحامت مستمندن، لازم نی پولم بری بهش بدی، برو عرض به خدمتون که یه چیزی بخر ببین چی تو خونش احتیاج داره، ببر برای عیادتش بذار گوشه اتاقش، چیکار داری بگی اینو من برای تو آوردم. به آنان کمک مالی میکنی؟ عرض کرد بلی ابن رسول الله. آیا برادران دینیت را، اینا دیگه ارحام، بحث ارحامی همه را حضرت این به این صورت بیان میکنه، آیا برادران دینیت یا خواهران دینیت را از حمایت مالی برخوردار میسازی؟ عرض کرد بلی ابن رسول الله. فرمود ای عمار مال فانی می شود، بدن در قبر می پوسد و عمل باقی می ماند و خداوند زنده ایست که هرگز نمی میرد. ای عمار آن را که پیش فرستادی از تو سبقت نمی گیرد و آن را که باقی گذاردی به تو ملحق نمی شود. پس هر چی میتونی جلوتر بفرست بره، خیلی بهش نیاز داری و ما همگی به آن نیاز داریم، نذار اینجا بمونه، این عمر نذار تلف بشه، هر چی میتونی باهاش کار کن، هی بفرست تو این دفترچه حسابت بذار ذخیره بشه، به شدت کاهش پیدا میکنه، از بین میره اینها، بذار پر بشه، انقدر پرش کن پرش کن پرش کن که هر چی تو عالم برزخ کاهش پیدا کرد تو داشته باشی و بتوانی اونجا ازش استفاده لازم رو ببری. خداوند متعال انشاءالله به همه ما کمک کنه که نسبت به مسئله ارحاممون حساسیت لازم رو داشته باشیم و صله رحم رو انشاءالله که یاد گرفتیم هممون عملا هم به مرحله اجرا بگذاریم، مخصوصا با کسانی که قطع رحم کردیم انشاءالله بریم سراغ این که گام‌های خوبی برای این قضیه برداریم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.